گفتگویی داریم با عبدالرحیم منار اسلیمی، مدیر مرکز مطالعات امنیت و تجزیه و تحلیل سیاسی مراکش، در مورد منطقه مورد منازعه گرگراد در صحرای غربی. به عنوان یک کارشناس در این منازعات می توانید به ما بگویید که دلیل عقب نشینی یک جانبه مراکش از گرگراد به درخواست دبیر کل سازمان ملل متحد چه بوده است؟ یک تغییر استراتژیک در جبهه پولیساریو روی داده بود. از جمله آنها رفتارهایی بود که به آتش بس و ملزومات آن احترام نمی گذاشت. در تمام مرز موریتانی تا اقیانوس اطلس نفوذ کرده بودند و حتی بیشتر از آن وارد جاده تجاری بین المللی شده بودند. برای مراکش مقدور نبود تا با سازمان ملل مشورت کند، زیرا آنها می‌دانستند که سردرگمی در این موضوع به خاطر بازگشت آنها به اتحادیه آفریقا وجود دارد. مراکش رسیدگی به این موضوع را به بعد موکول کرد. بعد از بازگشت، مذاکراتی با دبیر کل سازمان ملل انجام و توافقنامه امضا شد که مراکش به آتش بس احترام می‌گذارد و از منطقه درگیر خارج می‌شود. بدین صورت بود که پولیساریو در دام افتاد. يحترم وقف اطلاق النار لهذا انسحب بطريقه احاديه واسقط البوليساريو في الفخ. وضعیت فعلی به چه صورت است؟ در حالی که می‌دانیم پولیساریو هنوز منطقه مورد منازعه را ترک نکرده، آیا این شروع رو در روی سازمان ملل با این جبهه است؟ بگذارید روشن بگویم که امروز همه رفتار پولیساریو را زیر نظر گرفتند. آنها در منطقه ماندند و قوانین بین‌المللی در زمینه راه‌های تجاری را نقض می‌کنند. این میتواند در منشور سازمان ملل به عنوان رفتار متجاوزانه ثبت شود. این موضوع توسط دبیرکل سازمان ملل نظارت میشود تا در گزارشی به شورای امنیت به آن اشاره شود. حال که مراکش از منطقه عقب نشینی کرده است، همه در انتظارند تا ببینند که پولیساریو چه میکند. درخواست دبیرکل سازمان ملل بسیار واضح بود و حالا باید منتظر قطعنامه شورای امنیت ماند. به نظر میآید که پولیساریو از این حرکت دولت مراکش شگفت زده شده و نمیداند که باید پیشروی کند یا عقب نشینی. و ايضا قرار مجلس الامن. آنتونیو گوترش فراخوان احترام به آتش بس را اعلام کرد و نسبت به تنش‌ها اظهار نگرانی کرد. او درخواست رفت آمد امن تجاری را ارائه کرد. اگر به درخواست او احترام نگذارند چه می‌شود؟ حدث في حال عدم احترام ذلك. پولیساریو به جاده تجاری نفوذ کرد و مراکش حق دفاع داشت، زیرا این تحرکات پولیساریو صلح و امنیت بین المللی را خدشه‌دار می‌کند. ما نمی‌توانیم از این منطقه دست بشوییم، اما به نظر می‌رسد که همه منتظر اولین گزارش دبیرکل سازمان ملل هستند. در هر صورت مراکش به پولیساریو اجازه نخواهد داد تا آنچه را آزادسازی سرزمین اطلاق می‌کنند به انجام برسانند. این مناطق میانجی حائل در تمام کشورها وجود دارد و آتش بس در آن توسط نیروهای حافظ صلح سازمان ملل برقرار می‌شود. جبهه پولیساریو از حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا استفاده می کند. آیا مذاکره‌ای در زمینه تجاری و یافتن راه حل سیاسی وجود خواهد داشت؟ پولیساریو تصمیم دادگاه را طوری خوانده که به نفع اوست. آنچه در این تصمیم گیری برای مراکش مهم است آن است که پولیساریو وجهی پیدا کرده که به ما باز نمی گردد. پولیساریو نماینده مردم جنوب صحرا نیست، بلکه نماینده خودش است. اروپایی ها به نقشه قدیمی مراکش در آفریقا رجوع کردند که در آن مراکش شریک استراتژیک اروپا بود و حال دارای موقعیتی بی‌نظیر در آفریقاست. آقای عبدالرحیم منار اسلیمی، مدیر مرکز مطالعات امنیت و تحلیل سیاسی مراکش، ممنونم. شکرا جزیلا.